مهماد شاهد 136 ایران در مقابل بایراکتر تیوی 2 ترکیه. نبرد غول‌های بی‌خلبان در میدان جنگ مدرن. در میدان‌های نبرد امروز دو پهپاد حکمرانی می‌کنند. یکی ارزان و انبوه مثل زنبورهای مهاجم و دیگری گران و دقیق مثل عقاب‌های شکارچی. پهپاد شاهد 136 ایران با قیمتی معادل یک خودروی معمولی و بایراکتر تیوی 2 ترکیه با فناوری سطح ناتو. اما کدام یک واقعا برتره؟ امروز با 7 معیار حیاتی این دو غول پهپادی رو تا آخرین پیچ و مهره مقایسه میکنیم. بخش 1. تولد دو ایده متفاوت. شاهد 136. توسعه یافته از پهپاد ابابیل در دهه 1390 با الهام از موشک‌های کروز. فلسفه طراحی این پهپاد، هزینه کم و کارایی بالا و تولید انبوه با حداقل قطعات وارداتی. در این پهپاد از موتور MD550 که کپی موتورهای چینی با سوخت بنزین معمولی استفاده شده. بایراکتر تیوی 2. این پهپاد در سال 2007 با همکاری شرکت‌های کانادایی و آلمانی ساخته شد. فلسفه طراحی اون ادغام سامانه‌های ناتو با الکترونیک ترکیبی بود. بخش 2. مقایسه فنی عمیق. طول بال شاهد 136 3.5 متر. تیبیدو 12 متر. حد اکثر وزن برخاست شاهد 136 200 کیلوگرم، تیبیدو 650 کیلوگرم. سامانه هدایت شاهد 136 GPS به علاوه تصویربرداری ساده. تیبیدو لیزر به علاوه ماهواره. پهنای باند ارتباطی شاهد 136 20 کیلومتر رادیویی. تیبیدو 150 کیلومتر ماهواره‌ای. تحمل شرایط جوی شاهد 136 باد تا 50 کیلومتر در ساعت. تیبیدو باد تا 70 کیلومتر بر ساعت. نرخ تولید ماهانه شاهد 136 مثبت 100 فروند. تیبیدو 15 الی 20 فروند. بخش 3. عملکرد رسمی شاهد 136 در اوکراین. تاکتیک موج انبوه 20 فروندی برای سوراخ کردن پدافند. اهداف موفق انهدام رادارهای 300 و انبارهای مهمات. ضعف 30% انحراف در هدفگیری متحرک. تیبیدو در لیبی و آذربایجان. تاکتیک جراحی 1 فروند 1 هدف استراتژیک. اهداف موفق نابودی سیستم‌های پانسیر روسیه. ضعف آسیب پذیری در برابر جنگ الکترونیک. بخش 4. آینده توسعه شاهد 136 نسخه جت با موتور توربوفن آزمایش شده در سال 1402. ارتقای هدایت به هوش مصنوعی برای شناسایی خودکار. تیبیدو توسعه تیبی 3 با قابلیت برخاست از ناو، ادغام سامانه ضد جنگ الکترونیک. و اما نتیجه گیری شاهد 136 تیربار دموکراتیک قرن 21. بایراکتر تیبیدو اسکالپل دقیق میدان نبرد. حالا نظر شما چیه؟ اگه بودجه نامحدود داشتید کدوم رو انتخاب می‌کردید؟